با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 17 از ماه اکتبر. در روزهای دوشنبه میدانید که یک ساعت و نیم خدمت شما بزرگواران هستم در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. عرض کنم پیش از این که وارد بشویم به قضایای دیگر خدمت شما، کتاب معرفی میکنم، زندگی و زمانه احمد کسروی. دیروز در پرتغال آباد که همون اورنج کانتی باشد نشستی بود و دوستان آمدند. نویسنده کتاب دوست گرامی آقای امینی اونجا بودند، آقای مهری تشریف داشتند و قرار بود که بنده هم در محل باشم، اما خاطر گرفتاری مختصر از راه دور چند دقیقه ما هم صحبت کرد. در واقع صحبت مخلص اظهار نظر علامه قزوینی بود در باب کسروی، درباره اون رساله خیلی خیلی مهم زبان آذری که کسروی تحقیق و تحریر کرد و قضایای دیگر. کسروی از نوادر روزگار بود و ملاحظه میکنید که تصویرش رو مخلص پشت سرم دارم. ببینید ستارخان است و دکتر مصدق، کسروی است و حکیم فردوسی. بله، خب مرحوم کسروی در کنار فضیلت‌های بسیار مشکلاتی هم داشت. نگاهش به ادبیات به عنوان مثال خطا بود، اشتباه بود. کتاب سوزانیش اشتباه بود، خطا بود. اما ما جستجوگر امام کامل هرگز نبایستی باشیم. شخصیت‌های تاریخی رو ما از دیدگاه کارهای مثبتشون و خدماتی که در جامعه انجام دادن از اون دیدگاه بایستی بنگریم. و اگر گرفتاری بوده است یا نقصانی بوده است در بعض موارد، خیلی بر اونها نگیریم. گفت کمال سر محبت ببین، نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. متاسفانه این عادت ماست، جزء فرهنگ ما شده است که در باب یک شخصی کسی میخواییم قضاوت کنیم، میگردیم ببینیم چیز کوچکی کجا میتوانیم پیدا کنیم و اون رو تعمیم بکنیم. در واقع این مغلطه تعمیم جز به کل هست، تعمیم جز به کل. باری کسروی آدمی نامیراست و او رو میدونید آخوندها کشتن. از ابن مقفع تا سید احمد کسروی تبریزی، علامه کسروی، هر کسی آمد که حقایقی رو بیان بکند او رو کشتن، کتاباش رو سوزاندن. و همچنان این اسلام عزیز با همه گرفتاری‌هاش و با همه نقص‌هاش و کاستی‌هاش روی هم تلمبار شد و شد و شد تا به اینجا رسید. و این هم وضعیت امروز ایران زمین است. سرزمین بزرگوار ایران زمین اسیر مشتی اهریمن. اینها اهریمن هستند به معنی اخص کلمه. آخوند و اهریمن برابر است. حتما شنیده اید که قاری خاص بیت رهبری، کسی که با صدا آواز قرآن او مجلس شورای اسلامی هر سال آغاز به کار می کند، تجاوز می کرده به اطفال و گزارش ها حاکی از آن است که حضرت رهبر، رهبر کی هست کیشون رو انتخاب کرده من نمیدونم، مانع شده برای پیگیری پرونده، مانع شده است. این چیزایی بود که ما پراکنده شنیده ایم. این کتاب هم معرفی کردم خدمت شما، تاریخ افغانستان، تألیف علی قلی میرزا، اعتزاز سلطنه و کتاب فروشی پارس. تلفن آقای بکزاده رو قبلا هم دادم خدمتتون، 310 441 10 15.
310-441-10-15 و کتاب بسیار جالبی است در باب شناخت افغانستان. بله، این کتاب آذری زبان باستان آذربایجان، هیچ کس جز کسروی نمیتوانست این مشکل را حل بکند، چون همواره این سخن هست که زبان آذربایجان در قرن 4 هجری چه بوده، در قرن 3 چه بوده. یه عده آدم جاهل و نادان و متعصب میگن خب البته ترکی بوده، چون این نبوده عزیزان، ترکی نبوده و کسروی ثابت میکنه. عالمترین علمای زبانشناس آذربایجان که کسروی باشد ثابت میکنه که زبان آذری بوده، و خارجی هم که تحقیق کردن بودن در روزگار قدیمتر به زبان پهلوی شرقی غربی مردم آذربایجان گپ می زدن. بعد با آمدن سلجوقی ها و بعد مغول ها و پایتخت گذاشتن مراغه و آمدن قرقویونلو و آقویونلو، آدم ها مثل اوزون حسن و غیره و اینها، این زبان ترکی گسترش یافت و کسروی با احتجاجات نیرومند ثابت می کند که چه زبانی مردم آذربایجان سخن می گفتن. خب اجازه بفرمایید که ما برویم غزلهای شیخ اجل سعدی نگاه کنیم، ببینیم که بله می فرماید: بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت، به شرط اون که نگوییم از اون چه رفت حکایت. سعدی همواره در صدد این هست که وقت رو مغتنم بشمارد و شکایت‌های گذشته رو تکرار نکند، چون زمان در گذر است دیگرش چو باز بینی غم دل مگوی. سعدی که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد. بله، دیگرش چو باز بینی غم دل مگوی. سعدی که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد، این همون مطلب هست، همون معنی است. بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت، به شرط اون که نگوییم از اون چه رفت حکایت. بر این یکی شده بودم که گرد عشق نگردم، قضا عشق در آمد بدو چشم درایت. ملامت من مسکین کسی کند که نداند که عشق تا به چه حد است و حس تا به چه غایت. مرا به دست تو خوشتر هلاک جان گرامی، هزار باره که رفتن به دیگری به حمایت. در همین معنی باز سعدی سخنها دارد. بله، که میگوید شکایت دوست رو ما پیش دشمن نمیبریم، غیرت هم آید شکایت از تو به هر کس، درد احبا نمیبرم به اطبا. ببینید زیبایی سخن رو، ببینید کوتاه زیبا و درخشان. غیرت هم آید شکایت از تو به هر کس، درد احبا نمیبرم به اطبا. بله، خب میگوید جنایتی که بکردم اگر درست بباشد، فراق روی تو چندین بس است حد جنایت. به هیچ روی نشاید خلاف روی تو کردن، کجا برم گله از دست پادشاه ولایت. به هیچ سیرتی اندر نباشد این همه معنی، به هیچ صورتی اندر نباشد این همه آیت. کمال حسن وجودت به وصف راست نیاید، مگر هم آینه گوید چنان که هست حکایت. بله، مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان، هنوز وصف جمالت نمی رسد
به نهایت. فراغنامه سعدی به هیچ گوش نیامد، که دردی از سخنانش درو نکرد سرایت. خب اینم از این. خدمت شما عرض میکنم، امروز فکر کردیم بد نیست در باب ملت و پیدایش ملت و ویژگی های ملت با هم صحبت کنیم. بله، ما اگر به جغرافی منطقه نگاه کنیم، یعنی هند رو، از هند، از مرزهای شرقی هند که میخورد به بنگلادش و از اون بالا به چین و اینها نگاه کنیم، در میابیم که هند ملت است، در واقع دارای ملت است. جغرافیای هند در خود ملت هند رو دارد که دارای تعریف خاصی است. از این سو که میاییم پاکستان یک جای جعلی است، ساخت انگلستان است، ملتی نداره پاکستان، ملت نیستن، چیزی ندارن، مشترکاتی ندارن. اون مشترکاتی که لازمه محقق شدنه در واقع واژه ملت است، در پاکستانی ها نیست. اینا هندی بودن و آمدن شمشیر برکشیدن که ما پاکیم، ما نجس نیستیم، که اینها نجسن و ما بایستی جدا بشیم از اینها. پاکستان درست کردن، نجسترین جای عالم هم شاید این پاکستان باشه، چون چسبیده به دین. مردمی که فقط چسبیدن به دین و فکر کردن اونا پاکن و بقیه نجسن، نجسترین خود اونا هستن. یعنی اگر در قضاوت انسان دین جای پیدا کرد، بدانید که اون آدم صفیحه صفیحه، یا عقلش رشد نکرده و میخوام خدمت شما این رو عرض کنم، روزی ایران زمین در واقع جای اندیشه های بزرگ خواهد بود و ایران زمین محلی برای انسانیت خواهد بود، که دین در قضاوت ساکنان این سرزمین مقدس به گمان من جایی نداشته باشد. یعنی که اگر که بشنویم که یک یهودی آمده است میخواهد رئیس جمهور شود، این یهودی بودنش در ذهن ما اصلا بیدار نشه، آدم بودنش رو باید نگاه کنیم، یا مسیحی یا زرتشتی، فرق نمی کنن. هر آیینی و دینی، اینها تا زمانی که دین معیار قضاوت هست، این سفاهت تاریخی و این حماقت قدیمی و این اسلحه از کار افتاده خیلی کهنه در کار هست و این عقب ماندگی جامعه رو نشان میدهد. اسلام عزیز هم که شما میدانید دیگه، بعد از این سالها غیر از خود همه را نجس و کافر و این حرفا میداند و مشکلش حل نخواهد شد. این مشکل برادران مسلمان ما در همزیستی مسالمت آمیز با بقیه جهان حل نخواهد شد. نشانه ای از حل این مشکل در راه نمیبینیم، در افق نمیبینیم، که یک روزی این آخوند الازهر بیاد بگوید آقا مسیحی ها و مسلمان ها اینها مثل همان، فرق نمی کند. نخیر، این انجیل شما تحریف شده و تصحیف شده است. ماشاءالله این قرآن ما همینجوری قلپی از آسمان آمده، جبرئیل امین آورده، بقیه همه خرابن. وقتی میذاری کنار ببینیم که آقا همه اینا یه مش سخنان پریشیده به درد نخورن، همشون به درد هیچ آدمی نخوردن، هیچ کاری برای مدنیت انسان اینا نکردن، کشفی، ابداعی، اختراعی دردی کم کن. بنابراین انسانیت
به قیمت هیچ و پوچ از دست رفته و به جاش خونخاری و تعصب و آدم کشی نشسته. پاکستانی کجا هستی؟ پاکستانی. خب هدف چیه؟ هدفم این است که این هندوها رو ما بکشیم، اینا کفارن، ما پاکیم و ما پاکا باید نجسا رو بکشیم از بین ببریم. خب پس پاکستان ملت نیست، ملت جعلیست. جعلیست ساخت انگلیس هست. این انگلیس قبل از اینکه شرشو بکنه که این سیاه نامترین استعمارگر روی زمین بوده، قبل از اینکه شرشو بکنه و گورش رو گم کند، استخوان‌ها لای زخم‌ها گذاشت که هیچ موقع در منطقه یا اونجاهایی که بوده صلحی برقرار نشود و همواره ملت‌ها دردمند به جان هم بیفتند و به جایی نرسند. یکی از کارهاشون همین دیوارکشی بین هند و پاکستان بوده است و اینا آمدن یک شاعری داشتن به نام اقبال لاهوری، بله، و یک فعال سیاسی به نام محمد علی جناح. این اقبال لاهوری بر این بود که استعمار انگلیس چیز خوبی است، این استعمار به 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 این استعمار خوبی است، منتها اینها بایستی یک ایالت به ما بدن که ما مسلمانان پاکیزه درش باشیم و به هندوها هیچ کار نداشته باشیم، یه ایالت ما لازم داریم. و این تئوریش رو برداشت برد پیش جناح. جناح در انگلیس بود و شروع کردن با هم صحبت کردن که ما یک حکومت مستقل مسلمان میخواییم. این جناح اون اوائل عقل داشت، یکی میگم جناح با تشدید، این تلفظ هندی هاست. باری گفت آقا این دیوانگیه، این داستانی که تو میگی که ما حکومت انگلیس چیز خوبی است استعمارش، ولی ما یک ایالت مجزا میخواییم برای خودمان، این دیوانگیه. این ملحق میشود، در واقع منتهی میشود به religious frenzy، یعنی در واقع دیوانگی مذهبی میشه اینها. و بعد وقتی که موضوع استقلال هند پیش آمد و اینها، این حزب بزرگ مسلمانان که این جناح هم رفته بود اونجا بزرگترین آدم شده بود، قدم رو فراتر گذاشتن از یک دولت یک ایالت، گفتن که ما اصلا میخواییم جدا شیم، ما نمیخواییم از استعمار انگلیس نجات پیدا کنیم، به اسارت هندو بیفتیم. گفت حالا با چیکار بکنیم؟ گاندی آمد گفت برادر جناح، تو بیا بشو نخست وزیر هندوستان، ما یک مردمیم، ما یک کشوریم، نکنید این کار رو. گفتن یا جنگ داخلی یا ایندیپندنت پاکستان. هیچی، آمدن اونجا 1500-600 هزار کیلومتر مربع از بخش غربی هند رو در واقع جدا کردن و دیوارکشی کردن و چه جنایاتی شد. 1,000,000 نفر در این ترددها، رفت آمدها که هندوها بروند به هند، مسلمانان بیان به پاکستان، کشته شد. و این پاکستان عرض می شود که به جایی نرسید و به جایی نخواهد رسید. خب پس در طبقه بندی ملت ها می رسیم به هند که ملت بزرگی است. هندوستان مایه افتخار آسیاست، بزرگترین دموکراسی روی زمین است و بسیار بسیار کشور محترمی است. به واسطه اول سیستم دموکراتیکی که بر هند حکومت می کند، یعنی مردم هند حکومت می کنند، بنابراین عزت و احترام رو از شیوه دموکراتیک حکومت به دست آوردن، چون دیکتاتوری آبرو نداره که. شما بگونی آقای علی خامنه‌ای تو دنیا داره آبرو حیثیته، یا مردم دنیا به وضعیت حکومت تهران چگونه نگاه میکنن؟ فکر میکنن خیلی چیز محترمی است. منفورترین کشورها متاسفانه و حکومتها ایران و کره شمالی و سومالی است. اینا پایین جدول هستن. این قضاوت مردم جهان است برابر آماری که پا
پارسال گویا گرفته بودن، در حالی که ما نگاه میکنیم مثلا به آلمان میبینیم صدر جدول هست مثلا، یا کانادا، اینا شیوه های دموکراتیک سبب عزت و آبرو میشود. در واقع دیکتاتوری بی آبرو میاره، هم برای خود دیکتاتور هم برای مردم. مردم دنیا میگویند خب این مردمی که تن در دادن به این اهریمنان، اینا حتما یه چیزشون کاستی داره دیگه، وگرنه میسر نیست که 4 نفر ملا حکومت بکند و به هر جنایتی که میخواهد در واقع عمل بکند و هر حیف و میلی که در اموال این ملت بخواهد انجام بدهد بدون این که مسئول واقع باشه. خب اینجا جای محترمی نیست، باید گذاشت و فرار کرد، باید گذاشت و فرار کرد. خب پاکستان هم که تکلیفش اساسا معلوم نیست چی هست، معلوم نیست حکومت این چی هست، هیچ که نفهمیده که این قانون اساسی پاکستان چی هست، این داستان چیه، نخست وزیر چه کار است، رئیس جمهور چه کار است، ارتش چه کار است. هر که زورش بیشتره اون صبح پامیشی میبینی حکومت در دستش. خب اجازه بدید من به 2 مطلب اشاره کنم. یکی اون که امروز روز درگذشت استاد محمود ذوالفنون، استاد بزرگ ما، انسان بزرگوار، هنرمند بزرگوار و خاندان شریف، بارها ما ذکر خیر کردیم از استاد محمود ذوالفنون، امروز هم یادی از ایشان میکنیم. این مرد بزرگوار و هنرمند در واقع اصیل که وقتی به تهران آمد، خودشون برای من حکایت کردن، گفتن من رفتم پیش سبا و گفتن که سلام علی کردیم اینها، گفتن که خب شما برای چه تشریف آوردید اینجا؟ گفتم استاد آمدم که شاگردی کنم. گفت ساز تمرات هست؟ گفتم بله. بعد ویولون رو در آوردم از جعبه و قطعاتی نواختم. از جاش بلند شد استاد سبا و گفت خالقی بیا ببین این جوان که از شیراز آمده چه آرشه نرم خوبی داره. و در اونجا در واقع 2 کلاس تعلیم ویولون در مدرسه ملی موسیقی، اشتباه نکنم، بله، تشکیل شد که یکی از اینها رو استاد سبا تدریس می‌فرمودند، یکیش استاد ذوالفنون. مخلص این افتخار رو داشتم که از سال 1983 با استاد ذوالفنون و خانواده محترمشون، فرزندانشون آشنا بشم و این دوستی برقرار بوده است در طی این سالها. و 3 سال پیش در چنین روزی این استاد بزرگ محترم، این هنرمند نازنین انسان، واقعا من کمتر آدمی دیدم به فضیلت‌های اخلاقی در حد استاد محمود ذوالفنون، و امروز روز وفات اوست و ما خدمت خانواده تسلیتی باز میگوییم بعد از 3 سال. این یک موضوع. مطلب دیگر، فردا روز تولد استاد شفیع کدکنی است، بنابر گزارش دوست عزیزی که از دوستداران کدکنی است. استاد کدکنی تنها بازمانده حکمگزاران سخن هست، بله، از خراسان. و امروز در ایران فکر میکنم ما در زمینه تحقیق و ادبیات در واقع از استاد کدکنی بار بالاتر نداریم. ما ایشان تبریک عرض میکنیم، در واقع امیدواریم که سالهای متمادی این استاد محترم در منتهای سلامت باشند و به کارهای خیلی خیلی خوبشون ادامه بدن. اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم و برگردیم خدمت شما و ادامه داستان ملت به چند دقیقه دیگه. گوینده آذر پژوهش.
ای دل ز تو خوش سالی و ماهی به نگاهی، خوش کن دل من گاه به گاهی به نگاهی. بر دیده خونبار من آن قوم که خندند، خون گریدشان دیده الهی به نگاهی.
دلفگاری نداری، اگر داری به من باری نداری. از آن در سینه از من کینه داری، که مهر دیگری در سینه داری. این بود شاخ گل شماره 449. هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود مجدد هموطنان گرامی، در باب ملت‌های منطقه صحبت می‌کنیم. در باب افغانستان در واقع و ایران یک حوزه فرهنگی هستن. مرزها در واقع جابجا می‌شده در طول تاریخ و سخن رو خیلی ما بخوایم کوتاه بکنیم، اون که بعد از این که ناپلئون بناپارت آمد و با فتح علی شاه صفی قرارداد بست که بیاید به ایران و از اونجا لشکرکشی بکنند و برود هندوستان و انگلیس ها را از اونجا بیرون بکند،
انگلیسان نقشه کشیدن که در واقع یک سرزمین بافر به قول اینجایی ها بین هند و ایران بسازن و اینها در واقع جدا کردن بخش هایی که حکومت نشین ایران در اونجا حکومت میکرد و در زمان محمدشاه قاجار بر محاصره هرات لشکر کشید. انگلیس هم لشکر کشیدن به خلیج فارس. اگر شما بله اگر شما این کار رو انجام بدهید و از محاصره دست نکشید ما هم خوزستان رو متصرف خواهیم شد و بیچاره پادشاه ضعیف قاجار چه بکند جز اینکه تسلیم ابرقدرت انگلیس بشود و انگلیس ها وارد افغانستان شده بودند، لشکرکشی ها کردند و مشهور است که 27,000 انگلیسی رو وطن دوستان افغانستان به قتل رساندن. داستان های عجیبی هست از این کشتار و قتل و این جنگ ها در این کتاب، حقیقتا حیرت انگیز. و سرانجام افغانستان استقلال پیدا کرد. داستانش البته خیلی مفصل تر از این است. ما میرسیم به کشور خودمان ایران، ایران زمین، کشور هزاره‌ای، چند هزاره‌ای و ملت بزرگ. عرض می شود که و در جنوب ایران خب می دانید که خلیج فارس هست و شیخ نشین های عرب. این شیخ نشین عرب همون که اسمش روشه شیخ هنده یه شیخ اونجا هستن، اینا ملت نیستن. اینا هم در واقع به گونه جعلی هستن. اینها می رسیم به کویت، اینا هم بازی کشور جعلیست. عراق هم جعلیست. هر می شود که این مرزها رو انگلیس ها تعیین کردن. کویت مثلا، کویت هم شد کشور اینا. و نه تنها کویت و عراق و اینها، کل جامعه عرب هنوز واژه ملت یا ملیت در حق اینها متاسفانه هنوز مفهوم پیدا نکرده است، به جهت اینکه ملت در واقع یک جامعه انسانی است دارای مشخصات لازم برای ملت بودن، مشترکات فرهنگی، مشترکات تاریخی، جغرافیایی و هزار یک عنصر دیگر که یک مجموعه انسانی رو می شود ملت گفت. این اعراب بیچاره از مصر بگیرید که خب ملت بزرگی بود ملت مصر، اینها بعد از اسلام همه چیزشون از دست دادن، اگر چیزی هم داشتن فراموش کردن. تنها چیزی که برای اینها موند دو چیز بوده: زبان عربی و آیین اسلام. قبلا هم به این داستان من اشاره کردم. بنابراین وقتی آدمای بزرگی هم پیدا شدن در جامعه عرب برای اینکه در واقع یک ناسیونالیسم عربی تولید بکنن، این میسر نشد، چون زمینه هاش نبود، چیزی نبود که بشه بعد به اون آویخت. و کوشش ها شد، حتی یک زمانی لیبی و مصر میخواستن یکی بشوند و اون قذافی بیچاره بدبخت چندین هزار نفر راه انداخت که با مصر یکی بشود و جمال عبدالناصر بود و از ناسیونالیسم عرب و این حرف ها صحبت میکرد، به هیچ جا نرسید، چون مایه اولیش در دست نداشت بیچاره و نشد و این ناسیونالیسم عرب و عربی به هیچ جا نرسید. این است که ایران کاملا شاخصه در منطقه. و وقتی هم اسلامیون آمدن به ایران زمین، ایران را از میان برداشتن، یعنی دولت مرکزی از میان رفت، دین ملی رو جانشین آوردن، عرض میکنم که تکه تکه کردن و به حکام عرب دادن و نامی از ایران و قریب 1,000 سال نامی از ایران نبود، چون فراموش شده بود، نامی نبود. آقا
یه پادشاهی داشت مثلا فرض کنید کرمان، مثلا بعد از مغول عزم کنه، یه پادشاهی را شیراز، این پادشاه شیراز خیلی دلش میخواست که کرمان را هم بگیره و مالیات های اونجا رو جمع کنه و پولدارتر بشه. پادشاه کرمان هم نقشه میکشید برای پادشاه شیراز، هر دوتاشون نقشه میکشیدن برای پادشاه اصفهان، اصفهان نه نقشه میکشیدن برای نمیدونم آذربایجان، و خلاصه وضعیت بدین وجه بود. و ابن خلدون در مقدمه میگوید نگاه کنید به ایران، ببینید یک زمانی یک ملت بزرگ اینجا زندگی میکرده و امروز نامی از این ملت بزرگ در میان نیست، مطلقا و ابدا. و استنتاجش این هست که هرگاه یک ملت بزرگ اسیر از خود فروتر بشود، یعنی یک فرهنگ پایین تر مسلط بشود به یک فرهنگ متعالی، این به تعالی نمیرسه بلکه اون رو تحقیر میکنه و کوچک میکنه و از میان میبره، مثل ایران. و مسئلش هم ایرانه. نگاه کنید به ایران، میگوید که یک روزگاری کشور بزرگی بود، مملکت بزرگی بود، قدرت جهانی بود و امروز هیچ اصلا نامی از این مملکت در میان نیست. اما چون عناصر وجود ملت در سرزمین ایران وجود داشت و ما مردم نقاط مختلف مملکت هزاران وجوه مشترک با هم داشتیم، بنابراین این زمینه سبب شد که دوباره از این خاکستر تاریخ برخیزد مردم ایران و ملت ایران و کشور ایران دوباره به صورت یک قدرت بزرگ جهانی، یک قدرت بزرگ فرهنگی و هنری بشه در جهان. و این در روزگار حکومت صفویه هست. صفویه، بله، خبری نیست، قبل از اون مغول ها بودن. یک دوره خلایی بعد از مغول هست که تیموری ها هستن و بعد این خانواده پیدا شدن، این صوفیان شمشیر زن، و دوباره خلاف همه پیشبینی های دانایان تاریخ که اگر که مدنیتی برباد رفت بازسازیش غیر ممکن است، و من به این مطلب قبلا هم اشاره کردم، باز ایران صاحب مرزها شد و صاحب فرهنگ مستقل و هنر بسیار متشخص و جهانی شد. امروز شما یک برگ مینیاتور از هنر صفوی پیدا بکنید در این آکشن هایی که این کمپانی ها میکنن به 30 میلیون و 40 میلیون دلار و از کنم اینا میرسد و از آثار ممکن است 100 میلیون دلار بیارزست یک صفحه کتاب. این ارج هنر صفوی رو نشان میدهد جهان طالب داشتن یک تکه های کوچکی از هنر صفوی است. ولی متاسفانه چون عنصر دین هم یکی از عناصری بود در دست اینها که بازسازی ایران بکنن، متاسفانه به انحطاط رفت. به انحطاط رفت پایان، یعنی سقوط صفویه با انحطاط صفویه توأم بوده در واقع. به منتها درجه انحطاط که رسید ساقط شد، یک جنگ داخلی در گرفت، چون این محمود اشرف افغان که آمدن اینا که بیگانه نبودن، اینا رعایای ایران بودن، منتها اونقدر ستم که بر اینها رفته بود اینا چاره ای ندیدن جز این که از خودشون دفاع بکنن. چون موضوع شیعه و سنی بود، اینا دستور میدادن به حکامشون که آقا این سنی ها رو هر ظلمی در حق اینا میتوانید بکنید، اینا سنی های جهنمی هستن، ما شیعیان پاک پاکیزه هستیم، مولا علی اونجا نشسته ما رو ببره بهشت، هر چه گناه هم ما کردیم دوزی و دروغ و از کنم فساد میندازن به گردن سنی ها، میبرنشون جهنم. اگر یک سنی یه وقتی یک ثوابی کرده میدن به ما شیعیان پاکیزه، ما رو میبرن به بهشت، پارتی اونم مولا علیه، قرمتون برم. بله، حوریار هم آماده کرده مولا علی. یه خب ببینیم نماز و روزه این آقا چقدر بوده، 80 تا به این حوری بدین، به اون یکی 52 تا بدین مثلا. از اینجور مزخرفات و لاتایلات که واقعا
خندم دیگه نداره. یه زمانی چیزا خنده داشت، دیگه خندم نداره. چون آخوندا که آمدن حقایق امور رو روشن کردن. باری این نگاه اینها بوده است به رایای ایران، به مردمی که زیر پرچم ایران اینا زندگی میکردن. اینا وقتی میرفتن اونجا دیگه رحم نمیکردن، مثل که به یک سرزمین دشمن آمدن. این طور بود رفتار فرستادگان صفوی در اواخر این حکومت با مردم افغانستان. حاصلش هم آمدن محمود اشرف و سقوط امپراتوری صفوی و هرج و مرج مطلق و از میان رفتن چه آثار گرانمایه‌ای در هنر و سازندگی که کرده بودن حدود 150 سال این صفویان، یک سر از میان رفت. یه چیزهای جزئی ازش باقی ماند، مثل همین دو تا پولی که در اصفهان هست و مدرسه چارباغ و مسجد شاه و اینها کارهاییست که از صفویان بر جای مانده. و بعد دوران هرج و مرج هست و دوران نادرشاه. اجازه بفرمایید که ما اون چه در واقع وارد کشور ما شد و این در رقابت افتاد با تاریخ این سرزمین و با هست و نیست فرهنگیش، این اسلام عزیز بود و نمایندگانش و اینها. که در واقع مزمحل می کرد، یعنی هر جا پاش رسیده فرهنگ منطقه رو مزمحل کرده و به جاش اسلام نشانده. و گذشته تاریخی کشورها هر چی که بوده در واقع بغی و عناد بوده با خدا، طغیان بوده و تمدن نبوده. این تمدن همش کفر و زلالت بوده از نظر اینها. هیچ مدنیتی یعنی نزد اسلام و پیروان اسلام داره ارزش نیست و به رسمیت شناخته نمی شود و اینا همش هم تو که عرض کردم آثار کفر است. و تمدن بشر و حیثیت انسان از زمانی آغاز شده است که اسلام عزیز آمده به میدان. خب چی داشته؟ هیچ. نهایت هنری که کردن، یکی دو تا خلیفه داشتن اینا، یه چند تا خلیفه که اینا علاقمند بودن به علم، آثار یونانی ها رو ترجمه کردن و عربی و رومی ها رو و اینا رو بین مسلمان پخش کردن. یه چند دانشمندی در یک دوره، در یک دوره که میتوانیم قرن چهارم اون رو به حساب بیاوریم، پیدا شدن و بعدم فراموش شد، یه منقطع شد به طور کل و چیز دیگری نبود. ولی ایران تنها سرزمینی بود که اون ظرفیت قدیم رو در واقع فراموش نکرد و مردم فراموش نکردند که ایرانی هستن و این ایرانی بودن دارای ارزشه و این ایرانی بودن در واقع باعث چگونه ارز کنم شخصیت و یک فرهنگ عقب افتاده وحشی نبوده مملکت. اگر نگاه کنیم به این گذشته ایران که حالا خرابه هایی از تخت جمشید، از نمونه های هنر مثلا هخامنشی هست، اینا عمدتا از بین رفته و چیزی نیست، اما این شخصیت ایرانی و اصالت ایرانی و اون چه بر روی هم یک ایرانی رو می سازد، این فراموش نشد و از میان نرفت علی رغم این همه فراز و فرودهای تاریخی و این همه کشتارها و این همه تخریب و در واقع نهب و غارت و سوختن و اینها که تیموریان کردند و مغولها کردند و قزها کردند و اینها، اما منهدم نشد، منهدم نشد این فرهنگ و ایران باز سربلند از خاکستر این جنگ ها و کشتار ها و اینها ویرون آمد. بقیه کشورها مزمحل شدن، از میان رفتن و
چیزی از اینها بر جایی نمونده، متاسفانه چیزی بر جایی نمونده. و اگر نگاه کنی به خاورمیانه، اگر چیزی با ارزشی هست همون آثار قدیمی است از بابل و سومر و جای دیگر، که اینا از مدنیت های قدیم، این با این در واقع حیثیت خاورمیانه به اینهاست، به این آثار مصر هست، به اون آثاری بود که در عراق بوده اینا خراب کردن، اینا در سوریه و اینا، همون آثار کفری که اینا میگفتن، این یک آبرو و حیثیتی به ساکنان این سرزمین ها داده و یه منبع درآمدی شده برای اینا. از اسلام هیچی. این مردم مصر درآمدش از کجاست؟ از کجا زندگی بند؟ از آثار فرعونی، از آثار فرعونی. فرعون یه سمبول کفر هست، یه از بالاتر از فرعون که ما نداریم کافر، ولی همین فراعنه هنرهای از خودشون بروز دادن که در دنیا بی نظیر و همواره باعث حیرت بشریت خواهد شد که آقا چگونه میسره ساختن این اهرام. اون چنان عظیم ساختن و محکم که حملات پی در پی این اسلامیون برای تخریب اینها به جای نرسید، نمیشد خرابشون کرد. بارها سعی کردن با بیل و کلنگ اینا، گفتن آقا فایده نداره، سنگهای چند تونی که در توی هم غلاف شده اینها و با این دقت و مراقبت روی هم گذاشته شده هرم یا اهرام که جمع هرم هست، این خراب شدنی نیست. بنابراین حیثیت مصر امروز به اسلام نیست، حیثیتش و ارزشش در صحنه بین الملل مربوط است به آثار هنری چند قرن یا چند هزار سال پیش از اسلام. و مصری ها تنها ملتی هستند که باقی موندن و ضمن اون که زبان قدیم رو فراموش کردن و تاریخ گذشته رو، اما هنوز بقایایی از ملیت شما در مردم مصر میبینید. و وقتی با اینا صحبت میکنید، با یک شهروند مصری میگوید من مصری هستم، من مصری هستم. چون میدونید واژه عرب، نه ای که عرب چیز بدی باشه، لطفا نجات پرستی نکنید، ما فقط به خاطر شناخت مطالب و مسائل مجبوریم گاهی بگوییم عرب، گاهی بگوییم عجم. اینها عرب به کسانی اطلاق می شد که در جزیره العرب، یعنی همین عربستان امروزین، زندگی می کردن. نه مردم عراق عرب بودن، نه مردم مصر عرب بودن، نه مردم سوریه عرب بودن، نه مردم شمال آفریقا لیبیایی ها و غیره و اینها عرب بوده، اینا هیچ کدوم عرب نبوده. بعد که زبان عربی گسترش یافت و همه اینها گفتن عرب، الان بپرسید آقا این عرب چند نفرن؟ تعدادشون حدود 300 نفری میشن این عربا، در حالی که این بیچارا فینیقی ها بودن، سومری ها بودن، بابلی ها بودن و تمدن های دیگر، مردمان دیگر بودن. اما اون مایه هویت باقی نمانده بود از قدیم که بتواند بگوید که من صاحب این هویت هستم و ملیت من چنین است مثل ایرانیان. بسیار این سیاستمداران وقتی صحبت میکنن در آمریکا به ایران میرسن، میگن یادمون باشد که ایران کشور عربی نیست و مردم ایران عرب نیستن. این به واسطه اون هویت ایرانی است که نگه داشته شده است. عرض کردم هزارها رشته نامبری ما رو به هم متصل می کند و هرچه این مشترکات بیشتر باشه، اون پتانسیل ملیت نیرومندتر و جانفشانی در واقع در نگه داشته اون سرزمین بیشتر خواهد بود. هزار و یک رشته ما رو به هم متصل میکنند. فرض کنید که شما در یک جای بیگانه یک گام میزنید، یه آقایی داره
یک شعر رودکی رو زمزمه میکنه. شاد زیبا سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. زامده شادمان بباید بود، یا شادمانه باید بود، و از گذشته نکرد نباید کرد هیچ یاد. از گذشته نکرد باید یاد، باد ابر است این جهان فسوس. باده پیش آر هرچه باد آبا. شعار ایرانی قریب 1100 سال پیش. و ما از اینو میشنویم دلمون باز میشه، میریم پیداش میکنیم، میریم کی بود خواننده این سخن، بغلش کنیم، هموطن اینجا چه میکنی اینا. چنان که گویی هزار در از بهش برای ما باز شده است که یک هموطن پیدا کردیم در یک نقطه دور افتاده، و بعد میخواییم بیشتر بدانیم راجع به هم اینها، یا یک غزل سعدی، یا میرسیم به نام بلند یعقوب لیث صفاری، حس غرور میکنیم، میرسیم به نام فردوسی، حس غرور میکنیم، حس شخصیت میکنیم. حافظ، مولانا جلال الدین، عطار، هزاران نه، سپه سالاران بزرگ، ابو مسلم مروی خراسان، اینا مشترکات ماست. ما با این رشته های نیرومند هست که ایرانی هستیم. این آخوندها که آمدن، اینا ضد ارزش های ایرانی هستن، یاد اون باشه. آخه ما تا کی باید برای علی اصغر گریه بکنیم؟ آقا جان، مگر خداشناسی اصل مهم اسلام نیست؟ مگر توحید اصل در واقع رکن رکین و حسن حسین اسلام مگه نیست؟ جز آیا این خداشناسی توحید مگر نیست؟ دیگه اصغر و اکبر و اینها چه میکنن در دین؟ هر سال علم و کتل و دار و دسته و زنجیر و کتل و خنجر و این این دیگه این چه داستانیست؟ آه، داستان مسخره است. اونقدر بر حسین عشق ریختیم که برای غمهای خودمون عشقی برامون نمونده. والا نمیتوانیم به خودمون برسیم. گرچه حالا هموطن ها میگوین آقا این مردم ایران مسخره میکنن این داستان ها رو، از اینها به عنوان تفریح و فن و پارتی استفاده میکنن. دیگه آبرویی برای این دستگاه ابو عبدالله الحسین هم باقی نگذاشتن یا خوندها. ولی یک امری محرز است، اگر اینها اون قدرت رو داشتن و مردم ایران اون مردم بزرگواری که هستن نمی بودند، اینا دو تا سنگ تخت جمشید رو بر هم تعامل نمی کردن، حتما تخریبش می کردن. اینا چنین آدم های هست. باری در این فراز و فرود تاریخ ایران زمین ما جان به در برد و آدم دوچار شگفتی میشه واقعا که بعض اوقات بوده که به یک نخ ابریشمین بسیار نازک رسیده که اون رشته اگر پاره میشد ایران ما از میان رفته بود. یک اتفاق افتاده، یک رجل بزرگ، یه چیزی اتفاق افتاده، ایران نجات پیدا کرد، مثل روزگار نادرشاه. مثل روزگار نادرشاه بعد از تشکیلات صفویه مملکت دوچار هرج و مرج شد و نادر پسر شمشیر بروز و ظهور کرد. روس‌ها و ترک‌ها نقشه کشیده بودند برای تقسیم ایران. چند بار این اتفاق افتاده. یک زمانی انگلیس‌ها نقشه کشیدند برای تقسیم ایران و روس‌ها. مزمحل کنیم یک سره از میان ببریم کشور. نادر شاه پیدا شده، یکی از بزرگترین جنرال های تاریخ، طوری که نعره که میزد تمام روسا میگریختن. پیغام داد بهشون که سپاهتون از مرزهای ایران پس میکشید یا من مجبورم بیام به شما سری بزنم. فرار کردن.
اون قدرت بزرگ روس‌ها که اینا طمع کرده بودن به یه قراردادی هم با عثمانی‌ها بسته بودن برای تقسیم ایران، الفرار عثمانی‌ها رو هم شکست داد. یک سرداری فرستادن به جنگ نادر به نام توپال پاشا. این توپال پاشا خیلی مرد عظیم الجثه بود و سنی هم داشت، 70 بالا بود. نادرشاه یک نامه نوشت که آقا از تو بهتر دیگه جنرال نبود، تو حرکت هم که نمیتونی بکنی، آمدی به جنگ من چه کنی؟ گفت یک درسی بهت بدم در میدان جنگ بهت نشون میدم. اتفاقا درست گفت، تنها شکست نادرشاه همون یک شکست بود از توپال پاشا، که البته هنوز طعم شیرین پیروزی به دهن توپال پاشا و حکومت ترکیه بود که نادر از همدان برگشت و سپاه ابرقدرت ترکیه رو در هم کوبید و دستور داد سر توپال پاشا رو هم پیدا کنن بیارن و هم بچسبانن و با احترامات تمام و با ساز و برگ موزیک نظامی برن سر مرز جسد جنرال رو تحویل بدن. با این یک تیر چندین هدف زده، یه بزرگی خودش نشون داده، یکی جسد جنرال رو برگردونده که مردم ببینن بزرگترین جنرالشون چگونه به دست سپاه ایران کشته شد. و بعد روزگار بعد از نادرشاه رو داریم، آدم تعجب میکنه چگونه این مملکت جان به در برده، جنگ داخلی، چه تعداد پادشاه آمدند و رفتند. یک علی قلی خان بود آمده نادر رو کشتن، نصف شد بوده پادشاه. یک ابراهیم خانی بوده در اصفهان، گفته آقا تو که عرضه این کارها رو نداری، من باید شاه بشم. این دوتا جنگ کردن. عرض کنم که ابراهیم خان زده به این پیروز شده. بعد شاهرخ شاه ما رو داریم، نوه نادر، که اون گفته آقا شما همه تون مهمل میگین، آقا شاه منم، من از خراسان لشکر کشیده آمده به جنگ این ابراهیم شاه. این ابراهیم خان رو زده شکست داده. بعد برگشته خراسان، پدر زنش که متولیه عرض کنم که صحن مطهر بوده کودتا کرده، شاهرخ رو گرفتن چشماشو کور کردن انداختن به زندان. از اون سو کریم خان زند پیدا شد، علی مردم خان بختیاری، آزاد خان افغان. هر چند روز یکی پادشاهی میکرد و همینطور هرج و مرج و غارت شهرهای ایران و تخریب آثار زیبای صفوی اینا همه ادامه داشته است تا میرسیم به کریم خان. کریم خان توانسته همه رقبا رو شکست بده، خراسان رو به احترام نادر، چون یکی از سرداران نادر بود خودش، در اختیار شاهرخ بگذاره و بر بقیه ایران حکومت کنه. این مرد لور بزرگ بزرگوار معنی جمهوریت رو میفهمیده، میگوید به من کسی پادشاه نگوید، من وکیل شما هستم، وکیل رعایا. یه 22 سالی کریم خان هم بوده و خیلی 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 دولت مستعجلی بوده است، دولت زندیه. و بعد آقا محمد خان قاجار رو داریم که کشور رو دوباره یک پارچه کرده. و بعد نفوذ انگلیس ها هست و نقشه های پشت سر هم برای اضمحلال ایران، یکی دوتا هم نبودن این نقشه ها، اما هیچ یک از اینها به نتیجه نرسید و ایران از همه این تنگناها بیرون جست، سربلند روی پای خود ایستاد. این فرهنگ سرزمین هست که ما رو نگه داشته، ما رو به هم وصل کرده. خیلی مهم است این است که ما بایستی بی اندازه توجه کنیم به این فرهنگ، به آثار باستانی، به اون چه بر جای مانده از پدران ما، آثار نوشتاری. اینها رو بایستی بخوانیم و بهشون توجه کنیم و در واقع معانی اینها رو دریابیم، ارزش جهانی اینها رو دریابیم و احترام کنیم. همینطوری نباشه که فقط یک ادعای خشک و خالی بکنیم در باب ایران زمین.
و این مهلکه هم که امروز ایران دچار شده، این مثل یک طاعون است که گاهگاهی طاعون پیدا میشه دیگه، وبا، طاعون، سیل، این هم از اون جمله است. و مردم بزرگ ایران از این مهلکه هم جان سالم به در خواهند برد. و اگر یک دموکراسی در این سرزمین برپای شود، بنده غیبگو و غیبدان نیستم، اما می توانم خدمت شما عرض کنم با درجه بالایی از قطعیت که ظرف 10 سال ایران کشور بسیار بزرگی خواهد شد، خاطر داشتن همه ذخایر طبیعی و مردمان هوشیار وطن دوست و فرهنگ نیرومندی که پشتوانه ماست. ما می توانیم که ملت خیلی خیلی بزرگی بشویم. خدمت شما عرض می کنم که دوست عزیز ما باران در تلگرام مرحمتی کردن، ایشون این گفته های ما رو میذارن، هموطنان خیلی لطف میکنن و دست به دست میبرن. گفتن آدم، من فکر میکنم بی مشیری باید باشه، بی مشیری دو تا آی در تلگرام اگر اشتباه نکنم، حالا چک میکنم اگر اشتباه بود تصحیح میکنم. فکر میکنم بی مشیری MOSHIR دو تا آی. خب با سپاس از شما هموطنان عزیز و بزرگوار که توجه فرمودید و سپهر گرامی در اتاق فرمان، تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.